درود، شب بخیر خدمت استاد و دوستان همراه. من خدمتتون عرض کنم که من الان چند وقت اصلا به قدری ذهنم درگیر بود که یاد این جلسات نمی افتادم حقیقتش. امروز بعد از اون یه آرامش خاصی منو گرفت، نمیدونم دلیلش چی بود، ولی بعد یه دفعه نگاه کردم دیدم درست ساعت 8. گفتم امشب جلسه است. رستوران روح زدم دیدم که فقط شما هستین، و وقتی که متوجه شدم که اصلا امشب جلسه نبوده، دیدم که خودخواهی نباشه، ولی احساس کردم این جلسه امشب به خاطر من برگزار شده. واقعا شما برنامه منو به هم ریختین پس خانم علیزاده. خداوند ذهن شما رو خوند، بعد آورد تو ذهن من که امروز شنبه است، بیا جلسه رو برگزار کن. واقعا اصلا، چون اگر امشب نبود نمیدونم، شاید یه احساس میگردم چیزی رو گم کردم، چون منتظر بودم. بعد یعنی همون لحظه به ذهنم رسید، وقتی که متوجه بودم از خدا تشکر کردم که خدا یا این جلسه رو به خاطر من برگزار کردی. صحبت هایی که شد واقعا عالی بود، خیلی مفید بود. من تمام این صحبت هایی که هست می آمدن امروز با درون خودم مقایسه می کنم، چون من فقط می تونم جهان به این بزرگی برام خیلی سخته بخوام واقعا به عمقش پی ببرم، ولی درون خودم رو بهتر می تونم تجسم کنم. بعد می بینم که بله، تمام اتفاقات همه اینا تو درم میکی با همه هماهنگه. هر اتفاقی که به من میفته داری من قرار این مسیری رو طی کنم. استاد، من الان به این رسیدم که امروز از بیماری نمیدونم، من دیروز تا حالا یه احساس عجیبی به من دست داده، احساس بکنم یه بچم کوچی که میگیرم بغلم، دائم تو بغلم نگرش میدارم، چون نمیتونه راه بره، نمیتونه حرف بزنه. نمیدونم چرا این حس به من دست، من بیماری به همچین چیزی هستم. امروز واقعا شکرگزار خداوند هستم که چشم دل منو داره به دنیا باز میکنه. وقتی که میتونم درون خودم رو ببینم، امروز با بیماری خودم مثل یک بچه خودم دارم ازش مراقبت میکنم، میگم اصلا ناراحت نشو، من در کنارت هستم. من باعث شدم که تو اینقدر خسارت ببینی، و الان سعی میکنم که تلافی کنم، هر اندازه که سهمم باشه، در توانم باشه، کمک حالت هستم، ولی بقیهش دیگه با خداست. امروز واقعا هم آرامش بیشتری گرفتم، هم دیدم به دنیا و خدا رو در درون خودم بیشتر حس می کنم، و مدام شکرگزارش هستم. واقعا یکی از شکرگزارم اینه که میگم امشب این جلسه من مهمان خدا بودم. ببین، خداوند به خاطر تو، تشکر از خداوند که... ببین، من توی سخنرانی‌های دیگه هم گفتم، اینو تو کرسی نظریه پردازی که تو دانشگاه رازی داشتم یاد گرفتم، که خداوند مضل است. مضل یعنی چه؟ یعنی گمراه کننده. میشه خدا گمراه کننده باشه؟ بله. امروز خدا منو گمراه کرد. من از خواب بیدار شدم، فکر کردم سه شنبه است، گفتم ایداد بیداد راجبه چه موضوعی صحبت بکنم. خب میدونی کلی کلنجار رفتم که این موضوع رو پیدا کردم. انگار یه نفر رو من گفت که راجع به مولانا و فیزیک کوانتوم صحبت بکنم. یه شعری رو خوندم، یه دفعه به یادش افتادم.
و الان تا نیم ساعت قبل از این جلسه نمیدونستم راجع به چی با صحبت بکنم. بعد یه دفعه پوسترشو تهیه کردم و گذاشتم توی جلسه، یک ساعت قبل از جلسه ببخشید. بعد از اون یکم فکر کردم که چی بایستی بگم. خب پس اینجا خدا منو گمراه کرد. برای چی منو گمراه کرد؟ که تو رو آگاه کنه. بله. قابل درک هست این موضوع برات؟ بله. حالا تو بشین با خودت فکر کن چه چیزی باعث شد که تو فکر تو هم فکر بکنی امروز شنبه است. نه خیلی اصلا روزا رو فراموش کرده بودم، چون میگم الان خیلی وقت دیگه نمیتونستم وارد جلسه بشم، فراموش کرده بودم که اصلا چه روزی هست. فقط به حساب این که شب ساعت 8 شروع میشه من وارد جلسه شدم، دیدم که شما هستین. شما هم اولین نفر بودین که وارد شدین؟ بله اولین نفر بودم. ببین اینا همه معجزه است. قرار نیست دیگه حضرت موسی بیاد و دریا رو باز کنه که من و تو بفهمیم خدا هست. این اتفاقات توی این عصر الکترونیک و عصر ارتباطات میفته، اینم دقیقا مثل همون معجزه است. البته ببین چیزی به اسم معجزه وجود نداره. موضوع اینه که آگاهی ما کمه که فکر میکنیم اینا معجزه است. فهمیدی چی شد؟ بله. یعنی خداوند قشنگ داره ما رو مثل عروسک خیمه شب بازی هدایت میکنه، به سر دوراهی ها میبره، سر دوراهی ها ولمون میکنه که خودمون انتخاب کنیم. الان فهمیدی چی شد؟ استاد من امروز به این رسیدم. بله الان میبینم که اصلا هر اتفاقی که میفته دست من نیست، یه انگار تمام همه چی برنامه ریزی شده است. ببین اینجوری باید این اتفاق... این درسته، گوش کن، این درسته، اما تا یه حدودی. دقیقا مثل همون چیزی که گفتم، تا سر دوراهی ها خدا تو رو هدایت میکنه، سر دوراهی ها ولت میکنه. یعنی هم بحث جبر هست هم بحث اختیار. فهمیدی چی شد؟ بله. اگه تو فکر بکنی که همه چی در اختیار خدا تمام... خب دیگه پس تو چی کاره هستی؟ هیچ کاره. در صورتی که تو همه کاره هستی. من وقتی که بر سر دوراهی قرار میگیرم، اونجا دیگه حق انتخاب دارم. دقیقا. که چه راهی رو انتخاب. ببین بعد این بحث رو میخوام بگم. بحث شفای کوانتومی چیه؟ شفای کوانتومی یعنی این که تو با چشم دلت دنیا رو ببینی. اگر با چشم دلت دنیا رو دیدی، یعنی به شفای کوانتومی رسیدی. اگر فقط با چشم سرت دنیا رو میبینی، دچار بیماری های جسمی هم میشی، سرطان، دیابت، فشار خون. الان چه بیماری داری؟ من حقیقتش رو اصلا من گفتن که توده توی تخمدانم هست. من این توده رو اصلا متوجهش نبودم چیه، فکر میکردم که خب یه چیزی. الان هم هیچ کس به هم نگفته، ولی یه دفعه به خودم گفتم که توده خب یعنی چی؟ تو چرا داری سر خودتو خودتو داری گول میزنی؟ خب این همه دارم میگن توده، حالا سونوگرافی رفتم، دکتر رفتم، هیچ کس به من اسم اینو نگفته. ولی وقتی که واقعا گفتم که شاید سرطان باشه، خیلی راحت تر کنار اومدم باهاش و الان دارم واقعا نوازشش میکنم، واقعا باهاش احساس دوستی میکنم. خانم من میخوام توی این جلسه که تو از اولش بودی، میخوام بر اساس مفادی که از این جلسه اصول فیزیک کوانتوم در اشعار مولانا استفاده کنی و این بیماری تو برای من توجیه کنی. میخوام ببینم چی یاد گرفتی از این جلسه. اگر تو با چشم دل بیماری تو ببینی، کی بیماری تو شفا میده؟ اون کسی که با چشم دل میبینیدش. تو اگر با چشم سر ببینی، خدا رو نمیبینی. متوجهی؟ پس زمانی خدا رو میبینی که با چشم دل ببینی، و وقتی با چشم دل ببینی، اون موقع است که خدای شفا دهنده کار شفاشو انجام میده. چرا؟ چون که خدا این توده رو به تو داده که بهت بگه دیگه با چشم سر پدیده ها رو نبین،
با چشم کوانتومی چه پدیده ها رو ببین، با چشم دلت پدیده ها رو ببین. متوجه شدی منظورم چیه؟ الان تو راجبش برم صحبت. بله بله. با توجه به چیزایی که تو این کلاس یاد گرفتی. ببخشید متوجه نشدم. میگم ببین تو الان سرطان مگه نداری؟ بله. خب این سرطان برای چی اومده توی زندگی؟ چون که تا الان با چشم سر دنیا رو میدیدی. من دارم تلاش میکنم تو این کلاس رو راجع به اصول فیزیک کوانتوم در اشعار مولانا، من این کلاس رو برگزار کردم که به شما بگم که ذات ذرات رو ببین، اون انرژی الهی که در ذرات وجود داره، در ذرات تشکیل دهنده تو وجود داره رو ببین. اگر تو آگاه نباشی از این انرژی الهی که در درونت داری، سیستم بدنت ضعیف میشه و سرطان تو بدنت رشد میکنه و این سرطان میاد که به تو بگه که دیگه با چشم سر نبین، با چشم دل ببین، بله خدا بله. رو ببین. متوجهی؟ میخوام ببینم این پیامو گرفتی تو؟ بله. اصلا دیروز یه دفعه یه اتفاقی افتاد، نمیدونم چی شد، یه دفعه نگاه هم افکارم برگشت. بگو راجبش، بگو ببینم چی بود. بله. که منم یاد بگیرم ازت. گفتم فقط اصلا احساس کردم یه دفعه مثل یه بچه کوچیکی هستش که باید همیشه تو بغلم باشه، ازش مراقبت کنم. این سرطانت منظورته؟ بله بله. گرفه این حس بهم. اون سرطان الان مثل یه بچه کوچیک تو رو تو بغل گرفته، داره ازت نگهداری میکنه. اگر این سرطان نبود تو الان به این اشراق و به این آگاهی نمیرسید. فهمیدی چی شد؟ بزرگترین نعمتی که الان خدا بهت داده همون سرطانه. خدا تو رو ول کرده بود، دیدید که تو فقط از چشم سرت استفاده میکنی، از چشم دلت استفاده نمیکنی. بعد گفت خب الان من مأمور عزیزم را به اسم سرطان میفرستم تو بدن خانم علیزاده که این سرطان عزیز کمک بکنه چشم دل خانم علیزاده باز بشه. خب الان خانم اینو کی میتونه توجیه کنه؟ امروز دوشنبه بود، یه نفر تو ذهن من کرد، حالا نمیدونم اون کی بوده، که امروز شنبه است و من این جلسه رو بذارم و همین اتفاق برای تو هم افتاد و تو هم فکر کردی امروز شنبه است و تویی که الان چندین جلسه است میگی من تو جلسه پری کنفرانس رستوران روح و کانال آکادمی پناه نیومدم، چجوری شد یه دفعه به این فکر افتادی و بعد اومدی توی گروه دیدی که تبلیغ جلسه است، تو هم فکر کردی که امروز شنبه است، در صورتی که هر دوی ما رو یه نفر گمراه کرده بود و اون کیه؟ خداوند. و این گمراهی خوبه، متوجهی؟ این اطلاعات اشتباه رو که تو ذهن ما فرستاد، این اطلاعات اشتباه خوب بود، اینجا به نفع تو بود. من این داشتم تعجب میکردم چجوری اولین باره، من الان تقریبا 2 سال این فری کنفرانس رو دارم مدیریت میکنم، تا حالا دوشنبه و سه‌شنبه رو با هم قاطی نکرده بودم، اما این بیماری سرطان تو و اون خواست تو که بازم خداوند تو ذهنت گذاشت که اینو بخوای، باعث شد که منم گمراه بشم امروز و جلسه رو به جای سه‌شنبه دوشنبه برگزار کنم. الان قشنگ نشد؟ یعنی خداوند الان، من الان خودم خجالت میکشیدم که برای چی من دوشنبه و سه‌شنبه رو قاطی کردم، اینو چجوری به مردم بگم، اما الان فهمیدم خداوند خواست این کارو بکنم، خداوند منو به اشتباه انداخت برای اینکه به تو کمک بکنه. به اینا میگم پدیده همزمانی، همزمان تو ذهن تو القا کرد که امروز شنبه است، تو ذهن منم القا کرد، میدونه البته اول تو رو دید، دید که تو اشتباه داری میکنی، گفت خب باشه بر اساس اشتباهی من کاری میکنم که حق پرستم اشتباه بکنم. فهمیدی؟ پس اون مرکز کنترل کائنات که تحت فرمان خدا شما گرفتم این صحبتتون که من فکر میکردم من اون رو دارم مراقبت میکنم، ولی برام دقیقاً بزرگترین نعمتی که تا الان خدا بهت داده همون سرطان عزیزت. اگر اون سرطان نبود تا الان با چشم سر فقط داشتی مشکلاتو میدیدی و شکمتو میدیدی و پولو میدیدی و اینو اونو میدیدی، متوجهی؟ اما این سرطان اومده که کمکت کنه که چشم دلت باز بشه و خدا رو ببینی و دیدن خدا با چشم دل یعنی شفای واقعی. فهمیدی داستان چیه؟ بله بله. تشکر، واقعا خیلی لطف کردین، من پیام هایی که لازم بود امشب گرفتم، خدا رو شکر، هم از شما هم از خداوند. واقعا خیال منم راحت کردی، از خودم گلگی نکنم که چرا اشتباه کردی دوشنبه و سه‌شنبه. فهمیدی چی شد؟ بله، اینم لطف خدا بوده. ما
موفق باشی خانم علیزاده. بله، اینم لطف خدا بوده. موفق باشی خانم علیزاده. سلامت باشی. این یکی از اون بهترین گفتگوها ساره، چون که بوی خدا داره. خدایی که گمراه کننده بود اینجا منو گمراه کرد که تو رو شفا بده. الان تو دنیا رو یه جور دیگه می‌بینی. من از این که اجازه صحبت کردم. الان تو دنیا رو یه جور دیگه می‌بینی، نمی‌بینی؟ بله. الان با قوت بیشتری، با قوت بیشتری توی این. خیلی متفاوت شده. بله. الان دیگه لازم نیست دریا رو یه نفر بیاد برای ما باز کنه که بفهمیم خدا هست. یه همچین اتفاقات کوچیکی دقیقا خدا باهاش خودش رو به ما نشون میده. بله. موفق باشین خانم علیزاده. سلامت باشین. انشاءالله که همیشه برقرار باشین و ما بتونیم از پیام های شما واقعا چیزایی که لازمه برامون بگیریم. موفق باشین. تشکر. قربان شما. خداحافظتون. سلامتون. ممنونم که این باعث شدی که این اتفاق بیفته. خداحافظ شما. خداحافظ.